کمبود بارش داریم کارشناسان سازمان هواشناسی میگویند امسال میانگین بارش در کشور حدود 24 درصد و در تهران حدود 35 درصد کمتر از معمول بوده است تهران نسبت به میانگین بلند مدتش که باید 293 میلی بارندگی داشته باشه چیزی حدود 102 میلی متر کم بوده بارش داریم رئیس مرکز مدیریت بحران خشکسالی هم میگوید با کاهش بارندگی ها ذخیره آب پشت سطح های کشور هم نسبت به پارسال حدود 20 درصد کمتر شده است آب پشت سطح بسیار کم شده و این خوب اثر نامطلوب گذاشته هم برای تامین آب شد هم برای تامین آب کشور بود با کاهش بارندگی ها حجم ذخیره آب سطح های پنجگانه استان تهران هم 90 میلیون متر مکب نسبت به روز مشابه پارسال کاهش یافته است یعنی از 517 میلیون متر مکعب به 427 میلیون متر مکعب رسیده است. اگر بخوام این حجم رو با شرایط نرمالی که ما معمولا در انتهای سال آبی و در این فصل و معمولا انتهای شهری و ماه در مخازن سطح های تامین آب شرب تهران شاید هستیم مقایسه بکنم متاسفانه این اختلاف بیش از 420 میلیون متر مکعب میشه. ظرفیت صدهای تأمین کننده آب آشامیدنی استان تهران از جمله امیرکبیر، طالقان، لار، ماملو و لاتیان حدود یک میلیارد و 889 میلیون متر مکعب است که فقط 23 درصد آن پر آب است. برای مثال تراز آب پشت صد لتیان امسال حدود 17 متر پایین تر از شرایط نرمال شده و یعنی حدود 37 میلیون متر مکعب آب ذخیره شده کمتر شده نسبت به شرایط عادی. کارشناسان هواشناسی امسال پاییز کم بارشی پیش بینی می کنن و این یعنی کم آبی. پیش بینی فصلی برای فصل پاییز هم نشون میده که در دامنه‌های جنوبی البرز از جمله در تهران ما همواره با کمبود بارش مواجه باشیم نسبت به میانگین بلند مدت در فصل پاییز به لحاظ نوسانات دمایی هم به طور میانگین چیزی بین نیم تا یک درجه روند افزایش دما رو داریم منابع آب محدود و پاییز کمبارش ضرورت مدیریت مصرف آب را دوچندان می کند نوجوان خبرگزاری صدا و سیما